سلام، امروز میخوام یک پروژه جدید شروع کنیم، یک کار جدید. دیروز رفتم چوب موبار خریدم و میخوام روی آلاچیق اینجا یک حالت المانند اینجا، از اینجا تا اینجا و اینجا یه مبل همچین چیز درست کنیم برای بیرون، یه همچین چیز. چوبی که خریدم من چوب پرایمه، همین چوبای عادی که سفید عادی که برای ساخت خونه هم درست میکنن، تو استاد میگنن پشت دیواراش اینا میبینین سفیده، چوباش از همین چوبا خریدم منم و دیگه ارزون ترین چوب بود. امسال چوب گرون شده لامصب و ولی خواه اگر شما مثلا براتون مهم نیست، میتونید چوب مثلا صدر بگیرین، خیلی گرونتر، مثلا دو برابر پولی که من برای این چوبا دادم شما باید پول بدیم مثلا برای چوب صدر. چوب صدر خیلی گرونتره نسبت به این، ولی خب قشنگترم میشه. من اینو گرفتم، این چوبا رو که میگیریم باش اگر چیزی برای بیرون درست میکنین حتما باید رنگ بزنین، همینجوری اگر بزنین خراب میشه، حتما باید رنگ بزنیم. ما هم رنگش میکنیم و چوبایی که گرفتم برای این کار همه 2x4 اینچ، این چوبایی که اینجا میبینین، و روی کارم جایی که مثلا قراره مثلا بسته بشه و اینا. بعد این اولا که اینم بگم که این مبل قراره صندوق هم باشه زیرش، یعنی در رشته باشه زیرش، درش وا بشه، صندوق مانه هم باشه، حالا شاید مثلا کوسندار رو بریزیم توش و اینا. و این چوب روش باید 5/4 میگرفتم ولی پیدا نکردم، 1 اینچ گرفتم دیگه، ضخامت 1 اینچ گرفتم. امیدوارم کلو به نظرم اوکی، چیزی اتفاقی نمیفته دیگه. چقدر وزن ما مگه مهمون ها اومدن میگه ما مراقب باشین دیگه، اینا چوبای ما 1 اینچه، 1.5 نیست مثلا. خیلی خب بریم شروع کنیم. چوبای قاب پایین رو بریدیم، این مال وسط های قاب، و حالا بریم سراغ درست کردنش. یک چیزی که میخواستم بگم ها، برای بریدن چوباتون اندازه هم وقتی دارین همه چوبا رو میخواین ببرین، همون اولین موردی که برای نمونه برمیدارین همون رو تا آخر نمونه برای برش بقیه هم استفاده کنین. یعنی اینجوری نشه که با این اینو ببرین باز اینو بردارین باش نمونه این یکی بشه، باز این یکی رو بردارین این بشه. اینجوری یک نیمچه خطایی هم که باشه اون خطای اضافه میشه به بعدیا، یا اونی مثلا اون آخری اینقدر مثلا بیشتره. این توی این مبدلای آنالوگ به دیجیتال برقی ها باید بدونم بهش میگن خطای آینل، خطای آینل میده، یعنی آینل ارورتون زیاد میشه. آینل بود دیگه، آینل که نبود ها، آینل بود. خب حالا بریم سراغ بس کردنش. آقا یک چیز بسیار سکسی خریدم، نگاه کنین اینجا رو ببین، این اسمش هست جیگ. بذاریم برم تو سایه، اینجا قشنگ دیده نمیشه. این اسمش هست چی؟ جیگ. جیگ برای سوراخ کردن اینجوری، جیگ 15 درجه، اینجوری سوراخ 15 درجه میکنه براتون، برای اینکه بتونین توی اون کارتون که دارین انجام میدین ترتمیز باشه. خب حالا چجوری کار میکنه؟ اولا اینکه با این باید اندازه بگیرید، این یا روی چوبتون که میخواین اون ور، یعنی اینی که این وره، باید اندازه بگیرین کلوفتیشه. اینجا ما 1.125 خواه، با این 1.125 میایین اینجا، این روی خود جیگ اندازه داره، ما میذاریم روی 1.125، دیدین این اینجوری
فشار میدین اینجوری عقب جلوش میکنه. خب این برای چیه؟ برای اینکه این جیگه اینجا بیاد اینجوری گیر کنه. میبینین؟ بعد باید یه گیری داشته باشین اینجوری، این جیگره اینجوری این رو ثابت کنین روش. خب و حالا میرین سراغ این. اینجا یه حلقه میبینین. خب این حلقه باز میشه با همین خود این یاروه، یه از این پیچه داره، این پیچه رو میندازین توی این، این رو اینجوری باز میکنین. حالا این حلقه چیه؟ اینم باز روش روی دریل شماره داره، یک دوم، سه چهارم، یک و یک دوم. اینم میذارین روی یک و یک دوم برای اینکه این مردی میره این تو به اینجا گیر کنه دیگه، بیشتر جلوتر نره. و اینم که برای پیچ کردنه. خب حالا من این رو نشون بدم که ببینید توی این سوراخ ره یه سوراخ کوچیک هم میکنه برای پیچتون. یعنی که ببینید سر دریل اینجوریه، سوراخ بزرگ، یه سوراخ کوچیک هم با این نوک دریل میکنه که بتونین پیچ رو بزنین توش. و خیلی چیز سکسی و باحالی آقا، عجب چیزیه. یه کمی گرون بود، رفتم بخرم، گفتم چیه اینقدر، یه چوسه $30 بود مثلا، ولی خب میارزه، کارمو قشنگ میشه. بریم سراغش. یادم افتاد که اصلا فیلم نگرفتم. خب خب بهتر شد اینجوری. نگاه کنین این یکی از چارچوبه، یعنی مکعب پایین سمت این ور درست کردم، اونم اون سمت قرار بشه، اینجا قرار بشه برای نشستن، اینجا یه میز کوچیک میشه، دقیقا همین حالت هم اینجا میاد که میشه یه المانند میشه. حالا این کوچیکه قسمت این ور، اونجا میشه یک میز، اینجا میشه برای نشستن، و این و این هر روتاش در داره که درش باز و بسته بشه که صندوق مانند باشه. این تا اینجا ببینین اینا رو چجوری میچسبونیم. من با همین پیچ انقدی میچسبونم. حالا الان بهتون نشون میدم که امتحانم کردم که ببینم کدوم پیچ بهتره. به نظر من این پیچ سایز خوبیه، یعنی حتی این مثلا ببینین این سایز خوبیه، و حالا ببینین یه قاب اینجوری درست میکنین. قاب دوم هم الان چوبشو من اینجا دارم درست میکنم. اینا رو اینجوری میذاریم رو هم میچسبونیم. حالا اینجا از اینجا تا اینجا بذاریم، من سایزارم بهتون بگم که تقریبی دستتون باشه. من یه نگاهی به اندازه کوسن این روی مبلا نگاه کردم ببینم سایز ها چقدیه. از 26 بود تا 24 اینچ بود تا 26 اینچ. من 26 اینچ گرفتم اینجا ره. و این ورشه حالا من همینجوری فعلا اینقدر گرفتم 5 فوت گرفتم. امیدوارم که سه تا بشه اینجا، سه تا کوسن اگر بشه عالی میشه، ولی شک دارم، احتمال داره خیلی فشرده بشه. بریم حالا بعد همین دیگه، این پایه های پایین هم که میبینید که اینجوری بین این دوتا قاب بالا و پایین اینجوری پایه ها رو چسبوندم. شما حتی اصلا میتونید این هم اصلا بیخیال شید، این فقط یه میزه دیگه، میتونید اصلا این تیکر رو نداشته باشید. من همینجوری گذاشتم میه. ادامه میدیم. ها یادم رفت، ببینین این پیچه ها رو من دوتا گذاشتم توی اینو امتحان کردم و با این امتحان کردم ببینم تا کجاش میره دیگه. ببینین به نظر من همون پیچ سایزی که بهتون گفتم خوب بود. خب تا اینجا قاب اینا رو درست کردیم، اینجوری چارچوبا درست شد دیگه. من برم دربی شروع شد، بازی لاتسیو روم شروع شد، اینو هم یک نگاه بکنیم و همجوری در حین کار کردن. خب من این چوبار
حاضر کردم برای پشتی این صندلیامو و با زاویه 5 درجه من اینا رو از بالای جایی که بالای اون بالای صندلی میشه اینجا تا این بالا با زاویه 5 درجه اینا رو بریدم و اندازه کلش هم 3.5 فوت گرفتم. شما میتونید همینجوری صاف هم بذارین. من یکم پشتش زاویه دار فقط خواستم بکنم و بریدم. حالا اینا رو الان چیز میکنم، اینا رو سنباده میزنم، گل خوردیم. ای بابا. خب این پشتی ها رو هم زدیم و حالا بریم سراغ اینجا. باید یه دونه 2-4 بخوره اینجا، برای اینکه این دره 2-4 میخوره. حالا بعدم بهتون نشون میدم چیه منظورم. بذار این مردی رو من قطع کنم. اون دفعه دیگه یکی از ویدیوهای من بود تو بک‌گراند اون پشت مشتای آهنگی داشت میخون، ندید بدید مردی رفته بود روی این ویدیوی من چیز کرده بود که آقا حق کپی رایت و فلان 1 دلار این میبره، 50 سنتش مال من. گدا از داریوشو با موین و قمشی یاد بگی این کارا چیه میکنی. خب آقا دربیرم باختیم، کله پدر پدرسگتان ریدن که این همه کل این فصل ما رو هرس دادین. هی سهمیه مهمی همه چی پرید به کله پدرتان ریدن. هی اون دربی دیروز این دربی امروز. خب در این یکی رو درست کردم، نگاه کنید یه چارچوب اینجوریه که قرار اینجوری در بشه. خب و اینکه اینجا یک اینچ فاصله بدین که این میچسبه به این میز اینوری، جا داشته باشه برای باز شدن. و همین حالت هم برای اینجا باید انجام بدیم، 1 اینچ با این لبه فاصله داشته باشه. خب یکی تا این مرحله پیش رفته. ببینین این اندازه ها اینجوری شده. اگر اینجا رو احساس میکنم، من یک کمی احساس میکنم اینجا رو خیلی بزرگ گرفتم برای نشستم. ولی البته خود چیز که بیان من نشستم اینجا، این کوسنا که بیاد یک کمی اون پشتش هم میاد جلو دیگه. اینم از درش اینجوری لولا گذاشتم اونجا و در وام میشه و اینجوری. دیگه بقیه رو بریم بعدن درست کنم دیگه. خسته شدم و برم دیگه، شب شد. چاکریم. خب روز دوم رو شروع کردیم. امروز بعد از ظهر فقط کار میکنیم، بیایم این کوچیکه رو درست کنیم. به سلامتی دیگه، بارون هم گرفت و کلن فقط میخواد برینن تو زندگی ما. سلامتی. یک جوری آتیش کردم در کنارش جگر بزنیم که انگار خود شماله، یعنی اصلا خود شماله دیگه. تمام شد. در این یکی رو هم گذاشتم و پشتاشنم بستم و اونم از دوتا میز کنار و کفارم اینجوری بستیم. اینو از پشتش تمام. حواستون باشه این مقدار اینجا یه انگشت اینجا حتما فاصله بذارین که اون در اونوری به اینوری گیر نکنه. اینم از این کوچیکه و تمام شد.
به نظرم بد نشد. خوبه دیگه. یه مقدار چوبم اینجا اضافه آوردیم. هر دفعه من یه چوب کم می‌خریدم، این دفعه چوب زیاد خریدم، اضافه اومد. باید برم پس بدم. چاکریم، مخلصیم. خب قدم بعدی اینجا آره توش سیلیکون زدیم، این درز رو دور زاره و دارم سنباده میکشم. اینم داره کمک میکنه بچه دیگه. حالا سنباده میکشیم و رنگ میزنیم. خب این یکی تمام شد، قشنگ شد در مقایسه با این یکی که اینجوری سفیده. خوب شده دیگه. خیلی خفن. عالی. خب اینم از نیمکت ما تمام، خلاص. اینجوری شد، هم رنگ زدیم هم از این یورو، از این زیرانداز چی؟ کوسن و بالشت و از اینا گرفتیم. اینجوری شد. این رنگش هم حتما رنگ خواب رنگ روغنه. چیز بزنین و برای اینکه تو بارو مارون بمونه. و اینجا بهش میگن استین یا تنتور. ها رسی یادم رفت، این باغچه ای هم که درست کرده بودیم نگاه کنین اینجوری الان در این وضعیت. این درخت قشنگ ما هم ببین گل داده. اینجا هم یک عدد آلبالو کاشتم. اینا هم دیگه تمشک و ندون به بلوبری و از اینجور چیزا. این هم این یکی هم کلش همش توت فرنگی و اونم گرجه مرجه. خب این هم از این تمام شد. ان شاءالله شما هم درست کنین، حالشو ببرین. چاکریم.